رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه عصر در یک هوای بارانی وارد ژاپن شد. ابتدا به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در ایواکانی رفت و پس از اون راهی هیروشیما در هتل ریگا، هتل سلطنتی ریگا شد و دیدار با نخست وزیر ژاپن آقای فومیو کیشیدا که میزبان این اجلاس هم هست. گروه 7 رهبرانش همه وارد هیروشیما شدند. ایالات متحده هم طور که اشاره کردم، آقای بایدن نخست وزیر کانادا و بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان، نخست وزیر ایتالیا و ژاپن هم که همطور که اشاره کردم میزبان و مدیر دوره‌ای به اصطلاح گروه 7 هست. از ناهید نیکزاد، مترجم و مجری شبکه NHK ژاپن، در مورد شرایط امنیتی در ژاپن با توجه به این اجلاس سوال کردم. امسال در واقع 24,000 پرسنل پلیس در واقع بسیج شدن برای حفظ امنیت در زمانی که این نشست داره برگزار میشه، که این رقم یعنی واقعا بی سابقه هستش تو ژاپن. از سال 2000 که به خاطر اون نشستی که در اوکیناوا برگزار شد تا حالا این تعداد فوق‌العاده بی سابقه‌ای هستش. سال 2016 هم در ایسه جیما بودش، ولی اون موقع 23,000 نفر، و قبل از اون سال 2008 در هوکایدو 20,000 نفر، فکر می‌کنم حدود 20,000 نفر نیروی پلیس برای حفظ امنیت به کار گرفته شد، ولی امسال این تعداد خیلی بی سابقه است. یه دلیلش این هستش به خاطر همونطور که میدونید ترور نخست وزیر شینزو آبه هست، که خب این در واقع چیز بی سابقه ای بودش توی ژاپن که همچین اتفاقی بیفته و نه فقط ژاپن، فکر کنم همه دنیا رو در شوک فرو برد. و بعد از اون همین چند وقت پیش بودش که ترور نافرجام آقای نخست وزیر کنونی ژاپن فومیو کیشیدا بودش، و این مسائل باعث شد که ژاپن یه مقدار روی این مسئله حساس بشه. کشورهای دیگری که ناظر و مهمان هستن و دعوت شدن، استرالیا، هند، برزیل، اندونزی، ویتنام هستن. از خاورمیانه کشور دعوت نشده و از این جهت قابل توجه هست این مسئله. نشست گروه 7 نخستین بار در سال 1975 به میزبانی فرانسه در شرایطی برگزار شد که در واقع گروه 6 بودن، و در شرایطی هم این نشست انجام گرفت که دنیا با یک رکود اقتصادی و بحران نفتی روبرو بود. یک سال بعد کانادا به این گروه پیوست و تبدیل به گروه 7 شد در عمل، و در فاصله سال 1998 تا 2014 روسیه به گروه 7 اضافه شده بود که عملا گروه 8 نام گرفته بود، و پس از الحاق کریمه به روسیه، گروه 8 روسیه رو اخراج کرد و این گروه در واقع به شکل گروه 7 دوباره بازگشت. از ناهید نیکزاد پرسیدم رسانه ها در ژاپن در این روزها چطور اجلاس سران گروه 7 رو پوشش دادن؟ ژاپن همیشه این موضع رو حفظ کرده که رسیدن به دنیایی با عدم دنیایی بدون سلاح‌های هسته‌ای هستش در واقع، ولی به خاطر این در واقع جاه طلبی‌های کشور چین و اتفاقاتی که در دریای چین شرقی و چین جنوبی داره می‌افته، بعد به خاطر پرتاب‌های مکرر موشک توسط کره شمالی که خب حتی سری قبل از فراز هوکایدو گفتن عبور کرده و اینجا آژیر خطر به راه افتاد و اینا، یه مقدار به خاطر این مسائل دولت ژاپن داره موضع خیلی محافظه‌کارانه‌ای رو در پیش می‌گیره و در واقع به هیچ وجه نمی‌خواد از اون سپر هسته‌ای که تحت سپر هسته‌ای آمریکا هست نمی‌خواد از اون خارج بشه. و این در حالی که خیلی از مردم با این موضوع موافق هستن و فکر می‌کنن ژاپن لازم هست که تحت محافظت آمریکا باشه، خیلی از مردم فکر می‌کنن که به تدریج سیاست‌های دولت داره در جهتی میره که این رو تحت شعاع داره قرار میده، این شعار همیشگی ژاپن که بعد از جنگ نمیخواد سلاح‌های هسته‌ای داشته باشه و میخواد به جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای برسه، این داره تحت شعاع قرار میگیره. به خصوص بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما گروه‌های مختلفی هستند که دارن از یعنی واقعا بعد از جنگ اینا دائم هر سال همیشه یعنی به طور مداوم تلاش کردن که
این صدای مردم هیروشیما، صدای مردم ناگاساکی رو به دنیا برسونن و اینا میشه گفت تا یه حدی میشه اون ناامیدی و یأس رو در اونها دید. تمام توجه در سه روز آینده بر دو کشوری خواهد بود که دعوت نشدند، چین و روسیه. باید دید آیا در چند روز آینده اقدامات قابل توجهی در ارتباط با کاهش وابستگی به چین و کاهش سرمایه گذاری در چین اعلام خواهد شد، با توجه به اختلافاتی که به نظر میاد بین بعضی از کشورهای گروه هفت وجود داره، و همچنین انتظار میره اقداماتی در ارتباط با روسیه صورت بگیره در تشدید تحریم‌های انرژی برای جلوگیری از فرار روسیه از تحریم‌ها و منع صادرات تسلیحات جنگ افزار به روسیه که میتونه جمهوری اسلامی ایران رو و پهپادهای سپاه پاسداران رو هدف قرار بده.